سلام، ظهر بخیر. به زنگ پایان امروز چهارشنبه چهارم آبان 1401 بورسان خوش آمدید. میریم با آقای علی سعدوندی در مورد مهمترین مسائل اقتصادی امروز ایران گفتگو میکنیم. سلام آقای سعدوندی، خیلی ممنون که اینجا در بورسان با ما هستی. یک روز سخت رو ما امروز در بازار سرمایه گذروندیم. من میخوام اول صورت مسئله رو از زاویه شما بدونم. شما به هر حال اقتصاد خوندید، با بازارهای مالی من جمله بازار سرمایه هم آشنا هستید. میخوام ببینم که چی شد که بورس ما این شد، این بورسی که گفته میشد اولویت مهمی در دولت داره، چی شد که سیستم بانکی ما دوباره اون ناترازیش به چشم اومد و الان جنگ نرخ‌های سود سپرده در گرفته، و چی شد که اوراق بدهیمون سودای افزایش نرخ در سرش گرفته. با شما. خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب تهانی عزیز. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان این برنامه. من قبل از اینکه اینجا حضور پیدا کنم سعی کردم که امروز وضعیت بازار رو نبینم تا شاید یک مقداری خوشبینانه تر خدمت شما صحبت کنم، ولی متاسفانه دیدیم که متاسفانه امروز هم وضعیت مناسبی نبوده. شرایطی که من با نگرانی در طی دو سال گذشته پیش بینی میکردم متاسفانه همه محقق شد، و البته اون ورست کیس سناریو یا بدترین سناریوی ممکن بود که در ذهن بنده بود، ولی متاسفانه اتفاق افتاد. یعنی شرایط تورمی الان در جامعه داریم که بازارهای رقیب بازار سرمایه متاسفانه میتازند، و در این شرایط طبیعی است که خروج پول حقیقی ادامه دار باشد، و البته صلاح مملکت خیش خسروان دانند. به نظر نمیرسه که خسروان بنا داشته باشند که این وضعیت رو متوقف کنند. به نظر نمیرسه که بنایی وجود داشته باشه که اعتماد به بازار برگردد. به باور بنده لحظه ای که سهامداران، سرمایه گذاران یا افرادی که از بازار خارج شدند به این نتیجه برسند که به کف بازار رسیدیم، و به این نتیجه برسند که نه، برای اولین بار شاید در طی یک سال و نیم گذشته دولت بنا داره که تغییرات مثبتی رو در سیاست گذاری اقتصادی به وجود بیاره، به نظر من وضعیت بازار کاملا دگرگون خواهد شد. ولی متاسفانه مقام محترم سیاستگزار دریغ کرده از سهامدار ما، دریغ کرده از بازار سرمایه ما جو خوشبینی به بازار رو. متاسفانه جوی بوده که در نهایت به ضرر بازار سرمایه متاسفانه جلو رفته. خب آقای دکتر، اگه بخوایم به صورت روابط علی و معلولی این اتفاق رو ببینیم و از زاویه کارشناسی نگاه بکنیم، چگونه این آشفتگی رو میشه توضیح داد؟ چی شد که اینجوری شد؟ احسنت بر شما. ببینید، یک وضعیتی از سال 98 شکل گرفت، البته قبل از اون، یعنی از سالهای 92 تا سال حدود 96 و 97 انباش نقدینگی خیلی شدیدی ما در نظام بانکی کشور داشتیم. اگر خاطرتون باشه اون زمان بازار سرمایه مرده بود، دقت می‌فرمایید. الان ما در حال مرگ دائمی هستیم، یعنی هر روز یک حالت احتضار اتفاق میفته و فردا میبینیم که دوباره این قضیه تکرار شده. یعنی وضعیت فعلی بازار رو من حتی بدتر از سال 95 و 96 میبینم. دقیق میفرمایید، در اون زمان سیاست ضد تورمی در پیش گرفته شده بود که متاسفانه به افزایش نرخ بهره واقعی مثبت در نظام بانکی انجامید. این وضعیت در هر کشور دنیا که اتفاق میافتاد اقتصاد رو به فروپاشی میکشاند. اقتصاد ما هم در آستانه فروپاشی بود تا وقتی که سد نقدینگی شکست و اولین بار نقدینگی وارد بازار مسکن و سپس بازار ارز و سپس بازار سرمایه شد. یک جو خوشبینی در سال 98 و ابتدای سال 99 در بازار سرمایه شکل گرفت که متاسفانه مقام سیاستگزار به جای اینکه اون شرایط رو کنترل کنه بر این جو خوشبینی افزود، و متاسفانه فعال بازار سرمایه ما هم دنبال روی کرد، در حالی که باید مقاومت میشد در مقابل اون شرایطی که اون زمان شکل گرفته بود. وظیفه سیاستگزار اینه که آرامش رو به بازارها برگردونه. من اون زمان در سال 98 در نیمه دوم سال 98 هشدارهای لازم رو به مقام سیاستگزار دادم و عرض کردم که انرژی که در بازار هست میتوانیم ما به صورت خیلی تدریجی به مدت 3 تا 4 سال روند مثبتی در بازار سرمایه داشته باشیم که بازار سرمایه در تمام این مدت بتواند نرخ بازدهی بالای نرخ تورم بدهد، و اتفاقا بازار سرمایه بشه موتور اصلی کنترل تورم. یعنی بازار سرمایه به تدریج منابع رو جذب کنه، شرایطی که در بقیه کشورهای جهان هم اتفاق افتاده. شما فکر میکنید در زمان ولکر وقتی که شرایط تورمی در امریکا کنترل شد چگونه کنترل شد؟ شاید یک چیزی حدود 9 ماه بازار سرمایه صدمه دید، کاهش پیدا کرد، بعد انقدر این بازار افزایش پیدا کرد که به بزرگترین حباب‌های بازار سرمایه در تاریخ انجامید که در 1987 به سقوط بازار
در یک روز 23% سقوط کرد. چرا این اتفاق افتاد؟ چون مردم متوجه شدن شرایط ضد تورمی بسیار به نفع بازار سرمایه است. ما خیلی سعی کردیم این رو در بازار سرمایه جا بندازیم در میان سیاستگزار و در میان فعال بازار. متاسفانه خیلی سخت بود که توضیح این شرایط. چرا؟ برای اینکه ما در اقتصاد یک اصطلاحی داریم میگیم که جنرال اکولیبریوم در مقابل ورسس لوکال اکولیبریوم. شما وقتی فقط شرایط بازار رو میبینید به صورت لوکال، به صورت منطقه‌ای فقط دارید بازار رو تحلیل میکنید، در حالی که بازار سرمایه احتیاج به یک تحلیل خیلی وسیع‌تر داره، یک تحلیل خیلی کلی‌تر داره. باید یک چتری ما بگیریم، کل اقتصاد رو در نظر بگیریم. شما نمیتونید فقط بازار سرمایه رو رشد بدید. چرا؟ برای اینکه نقش بازار سرمایه در اقتصاد بسیار بزرگه. من مثال میزنم خدمت شما. کاری که ما مثلا پیشنهادی که چند ماه پیش دادیم که از صندوق توسعه ملی مثلا 1 میلیارد دلار برداریم بزنیم رو بازار سرمایه. آیا ما میدونیم حجم بازار سرمایه چقدر بزرگه؟ اصلا با این سیاست ها کجای دنیا تونستن با پول پاشی بازار سرمایه رو کنترل کنن؟ این نوع پول پاشی ها فقط یک مهلت یک هفته ای تا دو هفته ای میده که برخی از فعالان بازار از بازار خارج میشوند که خارج شدند. دقت میفرمایید و افرادی متاسفانه در بازار سرمایه باقی ماندند که اتفاقا وفادار به بازار سرمایه هستند، اتفاقا به مسئولان کشور، به سیاست گذاران کشور اعتماد کردند. این افرادی که اعتماد کردن دارن صدمه میبینند. افرادی که زرنگتر بودن و هیچ اعتمادی به نظام سیاست گذاری کشور نداشتن اونها دارن منتفع میشوند. تا که این شرایط ادامه پیدا میکنه، تا وقتی که این سیاست ها متوقف بشه، اگر واقعا افراد میخوان که وضعیت ثروت سوزی که در بازار سرمایه هست به ثروت سازی تبدیل بشه، من توصیه اکید میکنم موارد غیر علمی رو کنار بگذارن، توصیه هایی که توصیه های رقیب هست رو کنار بگذارن، فقط و فقط و فقط روی قیمت گذاری دستوری تاکید بکنن. بازار سرمایه به دلیل قیمت گذاری دستوری به هر نقطه حضیزی میتواند برود. جناب تهانی عزیز، ببینید کل حجم سودی که بازار سرمایه شرکت‌های بورسی الان دارن تقدیم اقتصاد می‌کنند نسبت به تولید ناخالص ملی پایینه. اینها واقعیت‌های بازار ماست، بپذیریم. چرا پایینه؟ به خاطر اینکه یک وزارت عظیم الجثه مثل وزارت سمت درست شده که این قول کارش اینه که تخریب بکنه تک تک صنایع کشور رو. من در دو برنامه حداقل پیش از این خدمت شما در مورد صنعت لاستیک توضیح دادم. صنعتی که وقتی این دولت 1 سال و 3 ماه پیش سر کار اومد در بازار سرمایه بالاترین حاشیه‌های سود رو داشت و الان در آستانه ورشکستگی قرار داره این صنعت. و مانند صنعت لاستیک صنایع متعدد دیگری داریم و متاسفانه از فرصتی که بازارهای جهانی در اختیار ما قرار دادن با افزایش قیمت کامادیتی، حتی از این فرصت استفاده نشد که اعتماد سازی در بازار شکل بگیره. هیچ عذرخواهی نشد به خاطر دعوت مردم به بازار سرمایه در سال 99، در انتهای 98 و ابتدای 99. نه فقط عذرخواهی نشده، هیچ شرایط جدیدی ایجاد نشده که مردم اطمینان کنن و به بازار برگردن. بدترین شرایط متصور برای بازار سرمایه همین است که امروز دارید میبینید. بارها عرض کردم خدمت شما، در همین برنامه عرض کردم، در برنامه های دیگر بنده عرض کردم که اگر شرایط تورمی به وجود بیاد که بازار سرمایه از سایر بازارها جا بماند، این اصلاح این شرایط بسیار مشکل خواهد بود. امروز این اتفاق افتاده. دقیق میفهم امروز این اتفاق افتاده. چرا خروج پول حقیقی از بازار داریم؟ چون بسیاری از افراد به درستی تشخیص دادن که پولت از بازار با ضرر خارج کنی و ببری در سکه سرمایه گذاری کنی، در ارز سرمایه گذاری کنی، حتی در ملک و مسکن که بسیار گران است اگر شما سرمایه گذاری کنی، برنده این شرایط تورمی هستی. دقیق میفرمایید اگر بازار سرمایه شما نقش ضد تورمی خودشو ایفا نکنه چه اتفاقی میفته؟ به شرایط واگرایی اقتصادی میرسیم. ما الان در آستانه شرایط واگرایی اقتصادی هستیم، همون چیزی که در ونزوئلا اتفاق افتاده. برخی من دیدم یک زمانی فعالان بازار سرمایه یک سری در واقع در تخته صحبت های بنده یک سری مطالبی رو مطرح کردم که آقا بازار سرمایه ونزوئلا هم سود داده. مثلا میدید که بازار سرمایه ونزوئلا 100,000% سود داده. در تورم 1,000,000% وقتی بازار سرمایه ونزوئلا 100,000% سود داده، یعنی ارزش دارایی های این بندگان خدایی که به بازار سرمایه ونزوئلا اعتماد کردن 1/10 شده.
نباید اجازه بدیم این روند ثروت سوزی ادامه پیدا کنه. هیچ حد یقفی نداره در شرایط عادی اقتصادی. من یک رول آف تام خدمت شما بدم، یک سری ببینید، همیشه در بازار سرمایه شما احتیاج دارید که حالا مثلا تحت عنوان مکرو پرودنشال ایندیکیتورز شما باید اینا رو بشناسید، یعنی یک سری شاخص هایی که در سطح اقتصاد کلان شما قدرت نظارت به شما میده، قدرت تحلیل به شما میده. دقت میفرمایید، یکی از مهمترین مکرو پرودنشال ایندیکیتورز که ما داریم نسبت اندازه بازارها به هم هست. من الان خدمت شما یه رولی میگم شما همیشه داشته باشید. به طور عادی اندازه تولید ناخالص ملی باید اندازه نقدینگی باشه، حالا 50% پایین‌تر 50% بالاتر. البته در مورد نقدینگی میتونیم بگیم 20% پایین‌تر 20% بالاتر. یعنی اگر تولید ناخالص ملی ما امسال مثلا به طور متوسط در طول سال ممکنه به 6500 همت برسه، دقیق میفرمایید، خب اندازه نقدینگی هم باید همین حدود باشه، مثلا بین 5 میلیون میلیارد تومان تا مثلا 7.5 میلیون میلیارد تومان باید اندازه نقدینگی ما باشه. اندازه بازار باید چیزی بین 50% جی دی پی تا 150% جی دی پی باشه. این معقوله. وقتی میره بالای 150% جی دی پی دیر یا زود برمیگرده، مین ریورژن داره، به سمت میانگین برمیگرده. شرایط حال اقتصاد که خوبه، همه که مشتاقن، میتونه تا 150% افزایش پیدا کنه. اگر از 150% بالاتر رفت، مثل تیر ماه 99 مرداد 99، باید نگران باشیم، باید بدونیم که ممکنه بازار برگرده. و اما اگر اندازه بازاری زمانی رسید به 50% جی دی پی، میدونیم که از اون پایین‌تر معمولا اندازه بازار نمیره مگر در شرایط واگرایی شدید ابر تورمی حالت ونزوئلا. سیاستی که ما بعد از مرداد 99 تا امروز در پیش گرفتیم در جهت تشدید واگرایی اقتصادی بوده. برداشت ما از صندوق توسعه ملی، ما برداشتی نداره، اصلا امکان پذیر نیست. اون دلار، مگر کسی در دلار در بازار سرمایه خرید میکنه؟ شما این دلار رو باید ببری نزد بانک مرکزی، همین اتفاقی افتاده. صندوق توسعه ملی بگیری ببری خدمت بانک مرکزی، بانک مرکزی پول چاپ کنه در اختیار صندوق تثبیت بازار قرار بده، که صندوق تثبیت بازار یه 4 تا سهم نور چشمی که میتونه، من نمیگم در واقع به طور قطعی این اتفاق میفته، ولی امکانشو ما میدیم که رانت در بازار تسهیم بشه، رانت در بازار، رانت خالی در بازار گسترش پیدا کنه. هر نوع شائبه رانت در بازار اعتماد عمومی رو بدتر میکنه، وضعیت رو وخیمتر میکنه. باید از این موارد جلوگیری کنیم. پس اگر بخوام الان جمع‌بندی کنم، این هست که توصیه‌هایی که شد به نظر من توصیه‌های کاملا نادرستی بوده. بارها با صراحت این مسئله رو عنوان کردم، دقیق میفهمید، کاملا توصیه‌های ناواردی بوده. توصیه‌های رقیب، آلترناتیوی که ایجاد شد برای بازار سرمایه، به نظر من اگر هم معقول بوده. این توصیه آلترناتیو یعنی چی؟ یعنی مثلا انواع و اقسام پولپاشی‌هایی که صورت گرفته، مثلا اعتبار دادن به یک سیاست مخربی مثل صندوق تثبیت بازار، مثل صندوق توسعه بازار. اینها به طور مشخص صندوق تثبیت بازار قطعا غیر قانونی است. اگر خود بنده فرصت داشتم در دیوان عدالت اداری بر علیه اینها شکایت میکردم و این رو ملغا میکردم. اینها به ضرر بازاره. اینها به تجربه دریافتن، مطالب علمی که بنده عرض کردم فعالان بازار دریافتن که این نوع صندوق درسته که در نقاطی که بازار در حال سقوط ممکنه به کمک بازار بیاد، ولی از اون طرف احتمال رشد رو از بین میبره. بارها و بارها دیدید بازار داره جون میگیره، یه دفعه متوقف میشه این روند. چرا متوقف میشه؟ چون یا از طریق صندوق تثبیت به خصوص و یا از طریق مثلا صندوق توسعه و یا از طریق مداخلات دستوری که به شرکت‌های سرمایه گذاری، به سرمایه گذاران حقوقی دستورهایی که داده میشه، متاسفانه بارها و بارها اتفاق افتاده که روند مثبت بازار جلوش گرفته شده. من الان هم روز صحبت خودم هستم، سال گذشته در تیر ماه روند نزولی بازار متوقف شد، متاسفانه یک مقدار سرعت گرفت، تشدید شد. سیاست‌های نادرستی که اون زمان در پیش گرفته شد متاسفانه اون روند مثبت رو کشت. و ببینید، بعد از یک فرصت سوزی عجیبی که قبل از در سال 99 اتفاق افتاده، بعد از یک اعتماد سوزی عجیبی که در بازار سرمایه اتفاق افتاده، وقتی مجدداً شما دستور میگیری از بالا و البته این دستور رو خودت القا میکنی به بالا، من اطلاع دقیق دارم که مسئولان بازار از مسئولان کشور
اجازه گرفتن که روند بازار سرمایه رو در مرداد و شهریور سال 1400 متوقف کنن. اینها سیاستگذاری های نادرستی، اینها اخبار نادرستیه که مرتب به بالا منتقل میشه. وقتی این اتفاق افتاد، وقتی اعتماد سوزی تشدید شد، حالا دیگه خیلی سخت شما میگید که مسئولین سازمان یا مسئولین بازار با نیت خیر، برای اینکه اون اتفاق سال 99 احسن نیفته، اومدن این سمت اینجا هم کنترل کردن و بعدش دیگه از این ور بازار اومد. بله. ابزارهایی وجود داره که شما اگر ببینید بازار داره بیشتر از حد هات میشه، بیش از حد داغ میشه، شما سعی میکنید که البته اثبات این اتفاقات سخته دیگه. اثباتی نمیشه کرد، ولی ما میبینیم که این روند ما میبینیم این روند بارها و بارها اتفاق افتاده. نمونه مشخص دیگر خدمت شما عرض کنم، فکر کنم 6 یا 7 مهر 1397 بوده، همه پشت مانیتورها نشسته بودن، بازار سراسر سبز بوده، ناگهان سراسر قرمز میشه. در تمام بورس‌های جهان، حتی در بورس‌های کشورهای آفریقایی، افریقا هم بورس داره، کشور آسیایی خیلی شاید از نظر تولید ناخالص ملی پایین‌تر از ما هم بورس دارند. این که شما در وسط روز ساعت 10 صبح یه دفعه بورسی که همه جا مثبت تبدیل بشه به همه منفی و هیچ وقت هیچ کس پاسخگو نباشه، این مهمه. نه فقط این اتفاق افتاده، بلکه از مسئولیت قضایی و امنیتی اون فردی که این بلا رو به سر بازار، بر سر اعتماد بازار آورده، بارها از مسئولیت کامل برخوردار بوده. اینها باید پاسخ داده بشه که پاسخ داده نمیشه. به محض اینکه این روند تغییر کنه، همین نکات کوچک مثبتی که اتفاقا مثبتی هم در بازار اتفاق افتاده، من همین خبر دیروزی که دیدم بسیار مثبت بود، اینکه بالاخره مثلا سودهایی که سالیان سال انباش شده بود در ترازنامه شرکت‌ها و شرکت‌ها اینها رو بالا می‌کشیدن. البته من چون فرد مستقلی هستم میتونم این لفظو به کار ببرم، از خودشون بپرسید میگن که خب سهامدارا نیومدن سودشون رو دریافت کنن. ولی واقعیت این بود سود از سامانه سجاد اتفاق خوبی است. اینها بسیار اتفاق خوبیه، ولی چون مشورت نمیگیرند، من بارها سعی کردم به گوششون برسونم، حتی 28 مورد من مطرح کرده بودم، خود شخص آقای وزیر اقتصاد به من زنگ زده بود و گفته شما اینا رو جمع‌آوری کنید، ولی هیچ وقت پیگیری نکردن. من 28 مورد در نظر گرفته بودم که وضعیت بازار رو کاملا دگرگون کنیم. و دقت فرمودید، من ابتدای صحبتم خدمت شما عرض کردم اندازه بازار میتونه 50% جی دی پی باشه به صورت نرمال تا 150% جی دی پی. این رنجی است که ما با سیاست گذاری تعیین میکنیم. اگر اعتماد به بازار برگردونیم، چه بسا اندازه بازار به 150% جی دی پی هم برسد. تو کجا هستی؟ الان نزدیک داریم به سمت 50% میل میکنیم دیگه. ملاحظه میفرمایید. کوچیک‌تر میشه. اگر یک زمانی افرادی سال گذشته میگفتن که مثلا حد تعادلی بازار 700 هزاره، الان با این نرخ تورمی که ما داشتیم و من نگرانی عمده من در مصاحبه گذشته که خدمت خود شما داشتم عرض کردم، کاری نکنید که بازار از تورم جا بماند. بازار که از تورم جا میماند، اون مسئولی هم که ادعا میکنه من دارم تورم رو کنترل میکنم، دیگه نمیتونه تورم رو کنترل کنه. حتی اگر رشد نقدینگی اصلا نداشته باشیم. چرا؟ چون حجمی از نقدینگی از بازار به طور مرتب از بازار سرمایه به سمت بازار سرمایه و به سمت سایر بازارها نشت خواهد کرد. و ما میدونیم که در اقتصاد ایران یک متغیری داریم به نام نرخ ارز که این در واقع انکر نامینال انکر یا لنگر اسمی تورمه. وقتی لنگر اسمی تورم آزاد شد، همین وضعیتی که در امریکا هست در ایران هم اتفاق میفته. ما تافته‌ای جدا بافته نیستیم، همون اصول در واقع انسانی که در امریکا عمل میکنه در بازارهای مالی در ایران هم عمل میکنه. دقت فرمودید که فدرال رزرو شاید یک ماه، دو ماه، شاید دو ماه دیر آغاز کرد روند در واقع کنترل تورم رو. بله، کوانتیتیو مثلا تایتنینگ رو، یا حالا فارسیشو باید بگردم پیدا کنم، این رو یه مقدار دیر آغاز کرد. میبینید که نرخ تورم بالا رفت، یک دفعه ناگهان شدت میگیره. این انتظار تورمی وقتی که افزایش پیدا کرد به سختی برمیگرده، مگر اینکه سیاستگذار پولی اعتبار داشته باشه. من ادعام این هست که سیاستگذار پولی اعتبار پیدا نمیکنه مگر اینکه در بازار سرمایه هم اعتباری ایجاد بشود. و اگر این اتفاق بیفته، ما خیلی خوب میتونیم تورم رو کنترل کنیم، اونطور نه با سیاست های امروز. درسته. پس من تا اینجای کار اینگونه که برداشت کردم، شما قیمت گذاری دستوری رو دارید بیشتر این وزن رو بهش میدید و میگید با این اتفاق اصلا نمیتونیم کفی برای بازار سرمایه متصور بشیم، چون هر لحظه میتونه اوضاع بدتر هم بشه و همچنین دخالت هایی که در بازار صورت گرفت که خب قاعدتا همشون در قامت خیرخواهی صورت گرفته و برای نجات بازار سرمایه، ولی خب رویه ها به گونه دیگری بوده چون به مسئله اصلی پرداخته نشده. حالا من صادقانه شکی دو تا سوال یه خود
حاشیه‌ای دارم. حالا سوال فکر کنم الان بیننده ها دارن نگاه میکنن میگن خب این مسئولان و سیاست، الان ما به عنوان مردم و سهامدار که حالا یه پولی تو بازار سرمایه داریم که خب خیلی ناراحتیم، ولی داریم فکر میکنیم که الان سیاست گذار نتیجه تصمیمشو داره میبینه. یعنی میخوام ببینم که فکر میکنید که الان اونا چه فکری دارن میکنن و فکر میکنید حرکت بعدی چی باشه با توجه به اقدامات قبلی که از سیاست گذار دیدید. من برداشتم این است که اگر مسئولان اگر فعالان بازار سرمایه، کسانی که سهامدار هستند و متضرر شدند، اگر جهتگیری صحیح نداشته باشه این روند ادامه پیدا کنه. سیاست گذار بسیار مصمم بوده در تخریب صنایع کشور، این واقعیتی که اتفاق افتاده. ببینید واقعیت اینه، من همین امروز داشتم مطالب دوره جامعه اقتصاد خرد رو آماده می‌کردم، در مورد در واقع صنعت داشت صحبت می‌شد و اون اینه که اگر در صنعت‌های رقابتی قیمت افزایش پیدا کنه، در کوتاه مدت شرکت‌های موجود در صنعت خب یک مقداری افزایش تولید میدن، منتها افزایش تولیدشون خیلی اندکه، قیمت بالا میره، این قیمت سیگنال میده. در بلند مدت بازار که معمولا این چیز در حد 1-2 تا 3 سال هست، وضعیت کاملا دگرگون میشه. شرکت های موجود در بازار سرمایه گذاری جدی انجام خواهند داد، شرکت های خارج از بازار وارد بازار میشن، بازار به یک لول بالاتری میره که همه خیلی منتفع میشوند، حجم سوداوری بازار به شدت میتونه افزایش پیدا کنه. این شرایط تورمی که در کشور ما بود، حتی میشد این نقمت رو تبدیل به نعمت کرد، حتی میشد از تهدید فرصت ساخت، اجازه بدیم صنایع رشد کنن، ولی این اجازه داده نشده. وقتی اجازه داده نشده، روند سوداوری شرکت‌ها به شدت از تورم جا مونده. این واقعیت است که اتفاق افتاده. ممکنه در یکی دو صنعت ما بگیم که نه، روند سوداوری ادامه داره و رشد داره میکنه یا همپای تورمه، ولی در بسیاری از صنایع کشور متأسفانه سیاست‌گذار صنعتی کشور در جهت تخریب اقتصادی کشور قدم‌های جدی برداشته و مصمم هست که این روش رو ادامه بده و کسی نیست که با اینها مقابله کنه. دقت می‌فرمایید و ارائه راهکارهای رقیبم اتفاقاً این نوع سیاست‌گذاری رو جدی‌تر کرده، متاسفانه تشویق کرده که بله ما مثلا در داخل بازار سرمایه یه صندوق تثبیتی داریم، تو به تثبیت قیمتیت ادامه بده، ما چند درقاز پول اینجا تزریق میکنیم، اون دو نفر فعالی هم که متوجه میشن خارج میشن، بقیه هم دیگه نق نمیزنن. دقیق میفرمایید این وضعیت، این دینامیزمی که ما به وجود آوردیم به ضرر همه خواهد بود، از همه بیشتر به ضرر غیر سهامدارانی خواهد بود که در این کشور زندگی میکنند. تنها و تنها جناب تهانی، من به ضرس قاطع به عنوان یک اقتصاددان خدمت شما عرض میکنم، تنها و تنها کسانی که در این شرایط فرار سرمایه داشته باشن از کشور منتفع خواهند شد، بقیه افراد متضرر خواهند شد. کسانی هم که سهامدار نیستند از تورم بالاتر به شدت متضرر خواهند شد، از نرخ ارز بالاتری که به بازار منتقل نمیشه. نرخ ارز در بازار آزاد افزایش پیدا میکنه، نرخ ارز بازار نیما افزایش پیدا نمیکنه. اگر من روز اولی که بازار نیما تشکیل شد، وقتی تحت عنوان بازار ثانویه این بازار مطرح شد، بنده عنوان کردم با صراحت که این ثانویه جاهلیه است. الان میرسیم به این که همین تثبیت نرخ نیما در شرایطی که نرخ بازار آزاد داره افزایش پیدا میکنه، شرایطی رو در بازار سرمایه و در میان کل صنعت کشور، حتی شرکت هایی که داخل بازار سرمایه نیستن، ایجاد خواهد کرد که صنعت از تورم جا بماند. دقت میفرمایید افرادی که وفادار به این نظام هستند، وفادار به کشور هستند، وفادار به اقتصاد هستند، وفادار به بازار سرمایه هستند، به شدت دارن تنبیه میشن و افرادی که کوچکترین وفاداری به این سیستم ندارن به شدت دارن تشویق میشن. اون فردی که پشت صحنه داره این صحنه آرایی رو میکنه باید پاسخگو باشه و متاسفانه از مسئولیت قضایی برخورداره. تا وقتی این شرایط ادامه پیدا کنه ما به مسیر خوبی نخواهیم رسید. خب آقای دکتر، نرخ تورم مهر ماه 3% بوده، نرخ تورم سالانه حدوداً 48% بوده، نقدینگی اندازش بیش از 5400 میلیارد تومان شده و اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی رو داریم که نتیجه شده افزایش پای پولی. ادامه این وضع چه سرنوشتی رو برای اقتصادمون ایجاد میکنه؟ ببینید ما یک زمانی در سال 97 به نظر میرسید در آستانه فروپاشی پولی قرار داریم، در آستانه فروپاشی اعتباری قرار داریم، در آستانه کردیت کرانچ اون زمان قرار گرفته بودیم. دقت میفرمایید کردیت کرانچ زمانیه که اعتماد از نظام بانکی رخت بربندد. خب اون شرایط کنترل شد،
دقیق میفهمم، هشدارهایی داده شد به صورت خیلی سطحی و مقطعی، تغییر سیاستی به وجود آمد که توانست اون شرایط رو کنترل کنه، توانست روند سقوط ما به دره ونزوئلا رو جلوشو بگیره. دقیق میفرمایید، ولی به نظر میرسه که مجددا ما رو دارن به اون سمت سوق میدهند. من هشدار جدی میدم، در همین برنامه شما افراد دیگری تحت عنوان کارشناس شرکت کردند که اینطور عنوان میکردن، بارها و بارها در همین برنامه من دیده بودم که آقا تورم ممکنه برای اقتصاد کشور بد باشه، برای بازار سرمایه بد نیست، برای اقتصاد هم انقدر بد نیست. اینها رو قبول نکنید، از بنده بشنوید. من 20 سال در بازارهای جهانی حضور داشتم، دارم خدمت شما عرض میکنم بدترین شرایطی که ممکنه برای بازارهای مالی به وجود بیاد اتفاقا تورم افزار گسیخته است، چون افراد رو هول میده، سوق میده، از بازار خارج میکنه. من تمام تلاشم این بوده که نقدینگی داخل بازار سرمایه از بازار سرمایه خارج نشه، نشد. من خیلی اصرار کردم که در داخل بازار سرمایه صندوق کریپتو به وجود بیاد، نیومد. من خیلی اصرار کردم که در بازار سرمایه اجازه بدیم آتی ارزهای مختلف به وجود بیاد، نیامد. من پیشنهاد داده بودم که بازار بورس ارز خاورمیانه به وجود بیاد، یک گرته برداری، یک در واقع الگو برداری خیلی کوچیکی انجام گرفت، شد بازار چی؟ بازار متشکل ارزی. بعد یه مسئول بازار سرمایه رفت اونجا حضور پیدا کرد. خب این اون نبود. ما منظور ما از بازار متشکل، از بازار ارز خاورمیانه این بود که تمام ارزهایی که در کشورهای مورد معامله طرف معامله ایران قرار دارن در یک بازاری ارزشون به صورت آزاد مبادله بشه، قیمت به دست بیاد، این قیمت مبنای معاملات فیوچرز قرار بگیره. و اون وقت شما میدیدید که چقدر وضع ما علارغم تحریم میتونست بهتر از امروز باشه. این انجام نشده. من خیلی تلاش کردم که بازار اوراق تضعیف نشود. آیا تنها کسی نبودم؟ شما به عنوان ناظر ببینید، آیا تنها کسی نبودم سالها در این زمینه تلاش کردم؟ یه سری افراد پرسیدن که چرا شما متوقف کردی؟ به دلیل اینکه فرد ناشناسی پیام‌های متعدد گذاشت که شما بنا دارید از طریق اوراق بازار سرمایه رو تخریب کنید و فرار کنید برید استرالیا. جهت اطلاع من یک روزم استرالیا نبودم تا امروز. پاسپورت استرالیا هم ندارم، پاسپورت ایرانی هم دارم، برای کشورم دارم مبارزه می‌کنم. چرا؟ بازار اوراق هم بخشی از بازار سرمایه است. خطر بزرگ نیست که منابع بخشی از منابع از سهام به اوراق تبدیل بشه. خطر بزرگی که در این یک ماه گذشته اتفاق افتاد اینه که سهام بفروشند، اوراق هم بفروشند، پول ببرن بیرون، حتی اگر در بانک بگذارن. این به شدت به ضرر بازار سرمایه است، و اگر از کشور خارج کنن برای کل اقتصاد مضر خواهد بود. ببینید تک تک سناریوها رو در نظر بگیرید، ما به شرایطی رسیدیم که بدترین شرایط ممکن داره اتفاق میفته، و اصلاح این شرایط اتفاقا جناب تهانی چند تا پیچ باید اجاست بشه، چند تا متغیر باید اصلاح بشه، و این اصلاح صورت نمیگیره. دقت بفرمایید. در مورد نرخ بهره اجازه میفرمایید صحبت کنم؟ بله. ببینید مسئله که اتفاق میفته در نظام بانکی این هست که وقتی موج تورمی شکل میگیره، حجم مبادلات به شدت در اقتصاد افزایش پیدا میکنه. وقتی حجم مبادلات افزایش پیدا کرد، در بازار بین بانکی فشار روی ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی افزایش پیدا میکنه، به صورت منفعل نرخ‌ها افزایش پیدا میکنه. مگر اینکه چه اتفاقی بیفته؟ مگر فاجعه‌ای که در کشور ما اخیراً در دو سال گذشته اتفاق افتاد رخ دهد. اون فاجعه چه بوده؟ که بانک مرکزی وقتی میبینه به صورت منفعل نرخ‌ها داره رشد میکنه، به دلیل اینکه بازار بیش از حد هات شده، بانک مرکزی به جای اینکه افزایش نرخ بهره رو بیشتر از این افزایش منفعل افزایش بدهد، اقدام کنه به کنترل نرخ و تزریق نقدینگی. من فعال بازار، خود شخص بنده رو نمیگم، ولی فعالان بازار ما آیا مرتب توصیه نکردن به بانک مرکزی که تو منابع تزریق کن، که نرخ رو کنترل کنی؟ خب این نتیجهش میشه. من بارها و بارها عرض نکردم بازار سرمایه شما الان موافق افزایش نرخ سود و بین بانکی هست؟ ببینید نرخ سود اوراق، نرخ سود بانکی، بین بانکی و نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی همه با هم مرتبط باید باشد و مرتبط هم خواهد شد. دقت میفرمایید. مسئله اینجاست که اگر سیاستگزار به صورت قاطع بتواند نرخ رو بالاتر از افزایش نرخ تورم رشد بدهد، معمولا انتظار تورمی کاهش پیدا میکنه. اما اگر به صورت منفعل نرخ رشد بکند، انتظار تورمی نه فقط کاهش پیدا نمیکنه، بلکه به شدت افزایش پیدا میکنه.
دقت می‌فرمایید، سخت‌ترین تصمیم‌گیری در اقتصاد و مهم‌ترین تصمیم‌گیری که در هر اقتصاد پیشرفته‌ای صورت می‌گیره، تعیین نرخ بازار بین بانکی است به عنوان نرخ پایه، یا هر نرخ دیگری که ما، هر نرخ بهره یا هر نرخ سود دیگری که ما به عنوان نرخ پایه در نظر بگیریم. دقت می‌فرمایید، این تصمیم‌گیری خیلی تصمیم‌گیری پیچیده‌ایه. با ساده سازی و ساده انگاری میشه همین وضعیتی که امروز در بازار سرمایه داریم، همین وضعیتی که امروز در زمینه اشتغال داریم. خب اعلام کردن که نرخ اشتغال ما به شدت کاهش پیدا کرده، میپذیرید؟ یک جای کار ایراد داره جناب طهانی. من اعتماد دارم به مسئولین در سازمان آمار، در سایر نهادهایی که آمار ارائه میدهن، من اطمینان دارم، ولی شک دارم چه اتفاقی داره میفته. این وضعیت کشور ما، این وضعیتی که در دو ماه گذشته بر سر فعالان کسب و کار مجازی اومد، همین کسب و کار مجازی که ما رو از تحریم نجات داد، به ضرس قاطع خدمت شما عرض میکنم، مهمترین دلیلی که ما در مقابل تحریم مقاومت کردیم فضای مجازی بوده. به ضرس قاطع به عنوان یک فعال کسب و کار دانش بنیان دارم خدمت شما عرض میکنم، مهمترین دلیلی که ما تونستیم به خوبی در مقابل سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ بشر مقاومت کنیم، همین فضای مجازی بوده که امروز داریم میکوبیم. بله، هر مسئله، هر نوع سیاستی که شما در نظر بگیرید، هر بازاری که گسترش بدید، یک سری منتفع میشن، یک سری متضرر میشن. باید شما قدرت داشته باشید بتونید منافع و نقاط ضعف رو در نظر بگیرید و تصمیم درست بگیرید. آیا اینستاگرام به عنوان مثال، آیا اینستاگرام نقاط منفی نداشته؟ کسی شک نداره که اینستاگرام یک سری نقاط منفی داره، کسی شک نداره که اینستاگرام رو دشمن به وجود آورده، کسی شک نداره که ما کنترل روی اینستاگرام، کنترل قاطع نداریم، ولی تأثیر مثبت اینستاگرام چقدر بیشتر از تأثیر منفی بوده؟ ما چه کردیم؟ یعنی ده ها برابر تأثیر مثبت فضای مجازی بیشتر بوده، همونطور که تأثیر بورس میتوانست انقدر زیاد باشه که هم اشتغال کشور رو رشد بده، هم سرمایه گذاری، روند سرمایه گذاری 10 ساله که مرتب کاهش پیدا کرده، نرخ تشکیل سرمایه، بازار سرمایه میتونست معکوس کنه، جلوی تورم رو هم به نظر من بهترین سیاست رشد بازار سرمایه است، میتونه جلوی تورم رو بگیره. این سوال قبل از این بابت پرسیدم که برخی عنوان میکنن اتفاقی که در بازار سرمایه میفته شروع یک فرایند میتونه باشه که ابتداش ممکنه بازار سرمایه باشه، ولی عدم کنترل بود میتونه، چون اعتبار بورس وقتی زیر سوال بره، یعنی اعتبار یکی از اضلاع به هر حال مالی کشور، یعنی یه جایی که بعد به صورت رسمی مردم در اون حضور داشتن. حالا سوال اینجاست که ما آیا یک کردیت کرانچ رو تجربه میکنیم، یا در واقع میشه بحران اعتباری سیستم بانکی رو تجربه خواهیم کرد؟ شما فرمودید سال 95-96 داشت این اتفاق میافتاد ولی کنترل شد و دوباره اعتماد برگشت. الان تو چه مرحله ای هستیم؟ این اتفاقی که برای بورس افتاده قابل سرایت به در واقع بازارهای دیگه ای هستش، یا اینکه نه فکر میکنید این در همین حوزه مدیریت میشه؟ خیر اینطور نیست. ببینید، کردیت کرانچ وقتی اتفاق میفته که نرخ بهره واقعی بسیار مثبته. دقت میفرمایید، وقتی که نرخ بهره واقعی به شدت منفیه، من باید عبارت دیگری رو به کار ببرم، اکونومیک کرانچ اتفاق میفته، کل اقتصاد داره سقوط میکنه. اتفاقا نظام بانکی میتونه بهره مند بشه، در حالی که تورم خیلی بالاست نظام بانکی متضرر نمیشه. دقت میفرمایید، مگر اینکه نظارت بانکی وجود نداشته باشد، که ندارد. سالیان سال هست یک سری از بانک‌های ما زیانده هستند و سالیان سال هست که ما حتی یک لیست سیاه مدیران این بانک‌ها رو تهیه نکردیم. همون مدیرانی که در یک بانکی به شدت تخریب کردن اقتصاد کشور رو، منتقل میشن به بانک‌های دیگه، از یک هیئت مدیره به هیئت مدیره دیگری منتقل میشوند. اینها شرایطی است که باید جلوش گرفته بشه. البته همون بانک‌ها هم اگر اجازه بدن روند خلق پول ادامه پیدا کنه، الالعبد خلق پول رو ادامه خواهند داد. من نمی‌خوام اسم بیارم در برنامه شما، ولی حداقل 5-6 بانک کشور رو میشناسم که اینا اصلا کارشون اینه که خلق پول از جیب مردم بردارن، در جیب وام‌های مرتبط بدهن دیگه، در جیب افراد مرتبط با خودشون بریزن، و هیچ وقت هم هیچ نظارت جدی نبوده و امروز هم نبوده. ما اومدیم حتی متاسفانه به مردممون توهین کردیم. یعنی مثلا شفافیت بانکی که به وجود آوردیم، میگیم که لیست با وام‌های کلان مرتبط رو ما منتشر می‌کنیم. منتشر کردی، بعدش باید بری سراغشون، نه اینکه اینو بکنی تو شش مردم، نه اینکه اینو به عنوان یه چیزی نشون بدی که آقا میتونید، شما میتونستید، نرفتید.
شما میتونستید زرنگ باشید 50000 میلیارد تومان از فرام بانک بگیرید و هیچ وقت پس ندید. اینا باید جلوش گرفته بشه که نمیشه. دقیق میفهمید؟ پس شرایط اقتصادی به ضرر نظام بانکی نیست. این واقعیت ممکنه. همین امروز هم وقتی پول از بازار سرمایه خارج میشه، در بسیاری از مواقع این پول داره از بازار سرمایه خارج میشه، یعنی از حساب از حساب‌های جاری کارگزاری‌ها داره خارج میشه، وارد حساب‌های سیستم بانکی داره میچرخه، وارد حساب‌های بلند مدت، گاهن وارد حساب‌های بلند مدت در واقع بانک‌های دیگه میشه. منتها خب بالاخره چرا الان بانکامون تو بورس اینجوری اوضاعشون روز دارن؟ نه ببینید ما اصلا سهام داریم تو بورس، شبندر شپنا اقل حداقل اینو میتونم بگم دیگه. خب این سهام ها که اصلا پی بهشون رسه 2.5، این سهام ها که از نظر نقدی اصلا قابل مقایسه نیستن با حتی بقیه سهام های داخل بازار. من فکر میکنم بعضی از سهام ما ارزون ترین سهام ها در دنیا هستند. شرکت سرمایه گذاری داریم پی به ان ای وی 25%. من ندید یک مورد دیدم واقعا، یک بار خدمت شما عرض کنم، در یکی از کشورهای منطقه یک شرکتی رو میشناسم پی به ان ای ویش یه چیز حدود 20-25% بوده، دیدم. نمیگم تا حالا ندیدم، ولی خیلی بعیده که نااطمینانی و بی‌اعتمادی بازار به اونجا برسه که اجازه دارم نام ببرم که یک شرکتی مثل خارزم با این سود سه ماهه بسیار عالی که ساخته، با پی به ان ای وی دیگه کمترین پی به ان ای وی که اینا محاسبه کردم 20%، دو بالاترین که دیدم 33-34% بوده. دیگه کسی نگفته مثلا این شرکت وخارزمی قیمتی که الان داره دیگه بالاترین در واقع کمترین ارزش واقعی که برای این سهام در نظر گرفتن قیمت امروز 1/3. دقت می‌فرمایید؟ خب این شرایط فقط نشون میده افراد میخوان فرار کنن. این ساختمون آتش گرفته. حالا شما میگید که آها در این بیلدینگی، در این ساختمونی که ما الان حضور پیدا کردیم، این طبقه پنجمش مثلا این فردای اقتصاد، ببینید چه استودیو قشنگی ساختیم، ولی واقعیت این ساختمون آتش گرفته، همه باید فرار کنن، چه اونی که ساکن طبقه پنجمه، چه اونی که ساکن طبقه اولی، چه اونی که ساکن طبقه آخر، همه دارن از سهام فرار میکنن. خروج از بازار سرمایه داریم، نه از بازار خاص. بله. خب میخوایم بریم راجع به بودجه با هم صحبت کنیم. حالا بحثایی است که آقا خط فقر تو تهران یه عددی هستش و حقوق کارگران، تازه با همین افزایش حقوقی که امسال 57% داده شده و کارکنان دولت که از 6 ماهه دوم 20% داده شده، اینو میگن با همه اینا میانگین رو محدوده 9 میلیون تومان و همه اینا این گمانه رو به نظر میاره که سال آینده هم احتمالاً افزایش هزینه‌های جاری دولت رو خواهیم داشت. چون به هر حال دولت میخواد بخشی از اتفاقات اجتماعی که ناشی از معیشت هست رو به هر حال با این اتفاقات حقوق و رسوندن دستمزدها و کنترل معیشت مردم که بخشش از قیمت‌گذاری دستوری رفت و بخشش هم از اینجا در واقع داره کنترل میشه رو در نظر بگیره. ما در بودجه 1402 که حالا 2-3 ماه دیگه تعیین تکلیف میشه و 1-2 ماه دیگه تقریبا متوجه میشیم در سازمان برنامه داره چه اتفاقی میفته، انتظار چه مسئله ای رو باید داشته باشیم؟ من امیدوارم اغلا حضور پیدا کنند، عقلانیت رخت بربسته در سیاست گذاری بودجه و سیاست گذاری پولی. دقیق میفرمایید؟ این وضعیتی که امروز داریم میبینیم هیچ گونه عقلانیتی وجود نداره. اگر در گذشته به صورت رایگان عرض میکنم خدمتون، به صورت رایگان اگر مشاوره گرفته میشد، امروز اون هم گرفته نمیشه. تبختر و تفرعون متاسفانه توک فرما شده بر سیاست گذاری های ما و این آخرش وضعیت خوبی رو به وجود نخواهد آورد. ببینید، ما یک اصل سیاست گذاری اقتصادی رو در طی 50 سال گذشته، حتی از قبل از انقلاب شروع کردیم و تا امروز ادامه دادیم، باید متوقف بشه. داره ادامه پیدا میکنه و اونم اصل ارزپاشی و پولپاشیه. همین ماه گذشته گفتیم حقوق کارمندان رو افزایش میدیم. حقوق کارمندان رو افزایش میدیم، وضعیت بدتر میشه. یک مفهومی ما در سیستم داینامیکس داریم که من تحت عنوان چرخه اضمحلال ازش نام میبرم. این چرخه اضمحلال وقتیه که شما سیاستی رو حقوق فرما میکنید، این سیاست یک سری پیامدهای بسیار منفی داره. تصور شما اینه که این سیاستی که اعمال کردید درمان اون پیامدهای منفیه، پس تشدیدش میکنید، وضع بدتر میشه، دوباره تشدیدش میکنید، وضع بدتر میشه تا کل سیستم مزمحل میشه. این شرایط خیلی کم اتفاق میفته، ولی الان در کشور ما اتفاق افتاده. یعنی چه؟ ما طولانی ترین دوره تورمی تاریخ بشر رو داریم، درسته؟ دیگه کسی که منکر این قضیه که نیست که طولانی ترین دوره تورمی تاریخ بشر رو داشتیم. چرا؟ برای اینکه برداشتمون این بوده که هر مشکلی که در اقتصاد هست یا هر مشکلی که در اجتماع هست، در فرهنگ هست، در سیاست هست، در امنیت هست، ما میتونیم پول چاپ کنیم این مشکل رو حل کنیم.
اساس مشکلات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، نظامی ما اتفاقا اون چاپ پوله بوده، اتفاقا اون افزایش نقدینگیه بوده. میبینیم همون سیاست ادامه پیدا میکنه. در مهر 1401 بعد از 50 سال سیاست گذاری نادرست، مجددا ما میگیم که اگر ما یک مشکلی در بخش فرهنگی کشور داریم، با چاپ پول و تزریق این پول به 2 میلیون کارمند دولت، ما میتونیم 85 میلیون مردم سکن ایران رو راضی کنیم. ببینید چقدر ساده اندیشی صورت میگیره در این قضیه. و خدای نکرده احتمالاً همین طرز تفکر تسری پیدا خواهد کرد به بودجه سال آینده. البته من امیدوارم، من برداشتی که دارم اینه که واقعیت رو خدمت شما عرض کنم، اگر به همین صورت جلو بره احتمالاً تورم سال آینده کمتر از تورم امسال باشه، ولی در همین حد باشه، حالا یه چیزی بین 30 تا 40 درصد باشه. هیچ اون عاملی که این کاهش چیه؟ اون عاملی که این کاهش رو ایجاد میکنه یک مقداری فشارها کاهش ممکنه پیدا بکنه. فشارهای ببینید، یک فشاری که ما به خاطر چند سال پشت سر هم، فشاری که دلیل اصلی تورم از سال 97 چه بود؟ تسریع بودجه بوده بر... نه، مجموع انباشت نقدینگی چند ساله در نظام بانکی بود که تخلیه شد. دقت میفرمایید، ما جهت اطلاع شما عرض کنم، سهم شبه پول در نقدینگی در ایران در سال 97 و ابتدای سال 97 تا نیمه اول سال 97 به 88 درصد رسید. بالاترین سطح شبه پول در ایران رو، و من برداشتم این است در طول تاریخ بشر، رو در سال 97 ما شکل دادیم در این کشور. یعنی پولا به واسطه سودهای مناسب بیشتر تو بانک ها بودن. ببخشید این لفظ رو بکنم، سودهای مناسب نبوده، کاملا سیاست کاملا مخرب بوده. آره، منظور سودهای بالا. سودهای بالا دقیقاً. پس اون زمان بالاترین نسبت شبه پول رو داشتیم. جهت اطلاع شما، دوست و برادرمون ونزوئلا نسبت شبه پولش صفر بود و من نگرانیم این بود، این 88 درصد میتونست در عرض 2 ماه بشه صفر. دقت می‌فرمایید، اگر به سرعت تخلیه میشد یک مقدار، یعنی مردم همه پول رو از بانک‌ها در بیارن بریزن بیرون کالا بخرن. بله، خیلی ممکن بود. چه اتفاقی افتاد؟ یک مقداری رفتیم در رکود در اون زمان، یک مقداری تدریجا این نسبت 88 درصد کاهش پیدا کرد. البته این نسبت الان 22 درصد. نه، 88 درصد ما نسبت شبه پول امروز، الان اطلاع ندارم، 2-3 ماه پیش چیزی بوده 78 79 درصد بوده. آره دیگه، من اون ورشو گفتم. بالاتر دقیقاً نسبت پول 22. نسبت پول به نقدینگی الان بله یه چیزی حدود 22 درصد نسبت پول به نقدینگیه. چه چیزی مناسبه نمیدونیم، ولی در بالاترین نسبت، کمترین نسبت پول که در نقدینگی در کشور پیشرفته داریم میشه 25 درصده. یعنی تقریبا این بمب نقدینگی وحشتناکی که ما داشتیم خونسا شد. مسئله بعدی شوک طرف عرضه بود که بعد از کرونا به وجود اومد. وقتی این شوک به وجود اومد، برخی از اقتصاددانان ما نامه نوشتند، توصیه کردند به بانک مرکزی و دولت که سیاست‌های انبساطی در پیش بگیرید. بسیار توصیه نادرستی بود. متأسفانه در اون زمان شبیه سازی اقتصاد آمریکا رو در اینجا انجام دادن. اقتصاد کاملا تورم مرده اقتصاد آمریکا الان تورم 9 10 درصد داره، 9 درصد 10 درصد. دقیق می‌فهمم. و نرخ مثلا بازار asset پرایس به شدت افزایش پیدا کرد. بازار اونجا جنگ اوکراین هم دامن زد دیگه. جنگ اوکراین به ما هم دامن می‌زنه، به بقیه هم دامن می‌زنه. نه، ببینید اون طرف عرضه، بخش اقتصاد، بخش کشاورزی الان چه درصدی از کل اقتصاد دنیا رو مثلا شامل میشه که ما بگیم صادرات مثلا برخی از اقلام کشاورزی اوکراین کاهش پیدا کرد، قیمت به درستی قیمت هم افزایش پیدا کرد، چقدر تاثیر داشته؟ انقدر زیاد نبوده. تاثیر روانیش زیاد بوده. مسئله انرژی در اروپا تاثیر جدی داشته. به هر حال ببینید، مشکل کرونا خیلی بزرگتر بود. یک شوک که طرف عرضه در اقتصاد ما ایجاد شد، اون هم باعث تورم شد. اما به نظر من شوک‌های بزرگتری که به وجود آمد و باور نکردنی در یک کشور یک چنین سیاست گذاری، 1400 دولت پیشین وقتی بودجه رو به مجلس برد، بودجه بسیار انبساطی به مجلس برد. بنده خیلی تلاش کردم حتی کمپین را بندازم بر علیه این بودجه که این بودجه رو متوقف کنم، به هیچ جایی نرسید و این بودجه تصویب شد و تنفیذ شد و اجرا شد. متاسفانه به شرایط تورمی انجامید. دولت جدیدم که اومد نیومد این بودجه رو اصلاح کنه. راهی نیست دیگه دولت ها، یعنی مگه چه کار خواسته تو؟ چرا نیست؟ همه این کشور دنیا که تو مثلا تورم رو کنترل کنن، چرا تو جایی که شما با دنیا ارتباط نداری چه گزینه‌ای داره؟ چه چیزی داره اصلا ببینید مسئله شما مثلا فکر کنید که بعد خیلی از افراد تصورشون اینه که ما مشکلاتمون به خاطر برجامه. شما برید روند 10 سال گذشته رو ببینید، برجام برگشته است. اصلا در روند بلند مدت تأثیری داشته، سکسکه‌ای بوده. در زبان انگلیسی در بازارهای مالی میگن سکسکه.
این سکسکه ای بود برجام، حالا مثلا چند درصد تولید ناخالص ملی رشد کرد، اونم بخش نفت. دقیق میفرمایید، حالا به خاطر بخش نفت گفتیم که بخش نفت هم نقش مخرب در اقتصاد داشته در 50 سال گذشته، بیماری هلندی رو تشدید کرده. ما معضلاتمون بسیار عمیق تر از این مسائله، دقیق میفرمایید. وگرنه الان کمترین مشکل ما در تجارت خارجی داریم. وقتی مجلس ما بودجه 1401 باز هم یک مقداری معقول تر از بودجه 1400 بوده، وقتی که دولت پیشنهاد کرده به مجلس، مجلس این بودجه رو تورمی بسته. خب تا وقتی این شرایط ادامه پیدا کنه، تا وقتی این ذهنیت ها نخواد اصلاح بشه، 7 ساله من تلاش کردم، پریروز در برنامه تلویزیونی حضور پیدا کردم، با نماینده مجلس عرض کردم چرا بودجه ارزی رو از بودجه ریالی تفکیک نکردید؟ 7 سال من دارم به شما تقلب میرسونم، آقا برو اینو اجرا کن مردم کمتر صدمه ببینند. نکردن. چرا نکردن؟ توپو میندازه صندوق توی زمین شورای نگهبان، میگه شورای نگهبان رد میکنه. باید رد کنه. من که نگفتم بودجه کشور رو بیاید به دلار بدید که. ما گفتیم بودجه ارزی از بودجه ریالی جدا بشه. هر مقدار ارز داریم اون ارز رو تخصیص بدیم. اینو وقتی ترنسلیت میکنید، ترجمه میکنید، به ریال ترجمه میکنید. کاری نداره. نخواستید اجرا کنید. نخواستید کارشناسا رو بیارید وسط. کارشناسا رو منزوی کردید. خب نتیجه همین میشه که داریم میبینیم. خدا نکنه بدتر بشه. بسیار عالی. خیلی ممنون آقای دکتر. یه جنگ شد صحبت‌های ما، تقریبا از هر در واقع دری در بازارهای مالی و اقتصاد کشور با هم صحبت کردیم و من خودم دوست داشتم که خیلی میتونستیم با مدت زمان بیشتری با هم صحبت بکنیم، ولی خب وقت برنامه‌مون هم رو به اتمام هستش. ما ان شاء الله در یک وقت دیگری مفصل‌تر با شما در این موارد صحبت می‌کنیم. ان شاء الله اون زمان شرایط راحت‌تر و بهتری بشه. متشکرم که در این برنامه. خواهش می‌کنم. خیلی سپاسگزارم از شما، از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. یک زمانی اگر بشه فرصتی داشته باشیم در مورد تک تک سیاست‌ها، مخصوصاً سیاست نرخ بهره و سیاست نرخ ارز صحبت کنیم. بله. اینها می‌تونه راهگشا باشه. بله. اقتصاد ایران راهکار داره جناب طهانی. نه اینکه نداشته باشه. بله. این شرایط خود ساخته است متأسفانه. سپاسگزارم. سلامت باشید. خیلی ممنون از آقای دکتر علی سعدوندی اقتصاددان که در این برنامه بودند. در مورد مهمترین اتفاقات در این روزهای اقتصاد کشورمون صحبت کردیم. یه بنده خدایی میگفتش که برای آقای دکتر میگن راهکار داره، میگن آقا این راهکارهای اقتصاد ایران خیلی دکترا و خیلی چیزای خاصی هم نمیخواد. الان ما درگیر بدیهیات در اقتصاد هستیم که همین بدیهیات رو انجام بدیم میتونه انجام بشه. و سوال واقعا تو ذهن خیلی الان اینه که واقعا زینف این تصمیم گیری ها، یعنی اینکه بورس ما به این صورت افتاده، بازارهای به هر حال درست ما به این صورت افتادن، زینف این حال مردم کیه؟ یعنی الان کی خوشش میاد که مردم اینگونه کسب و کارشون، کسب و کار واقعیشون، کسب و کار مجازیشون دچار اخلال شده و چه کسانی با تصمیم گیری هاشون مردم رو که به قول آقای دکتر سعدوندی کسایی که اینجا هستن کسایی که دوست دارن این کشور رو و تو این ساختار رو دوست دارن و تو این ساختار موندن رو داره به سمتی هل میده که به هر حال زندگی رو براشون سخت بکنه. و خیلی جمله میشه جمله گفت، ولی صادقانه بنا به حالا موضوعات و دلایل مختلف خیلی نمیتونیم راحت در این موارد متاسفانه صحبت بکنیم. ساعت هم دیگه به انتهای برنامه هستش، 13:29 هستش. به رسم روزهای چهارشنبه‌مون با آرزوی عاقبت به خیری فرزندان کشورمون و سربلندی کشورمون ایران، خدا نگهدار.